اجتماعی و خبرگزاری های رسمی غیر رسمی دست به دست شد و اتفاقات و بازتاب هیجان انگیزی رو به دنبال داشت. تصمیم گرفتیم که تو قسمت دوم ریاکشن شبکه تی وی پلاس با افتخار دعوت بکنیم از سرکار خانم بهار رهنما و امین خسرو عباسی، همسر محترمشون، که برای اولین بار اولین گفتگوی ویدیویی و تصویریشون رو تو قاب ریاکشن تی وی پلاس تجربه بکنن. خیلی هم لطف کردن و اعتماد کردن و افتخار دادن که این اتفاق بیفته و ما هم سعی کردیم که گفتگوی جذاب و پرتیتر اما کم حاشیه‌ای رو باهاشون رقم بزنیم. حامیان مالی و اسپانسرهای محترم این برنامه تو قسمت دوم ریاکشن گالری طلا و جواهرات زرارا بودن، کرم 21 و همچنین برند دوست داشتنی و محبوب ساعت لیکوپر به مدیریت و سفیر برندی جناب آقای محمد خاکپور، فوتبالیست سرشناس کشورم بودن، که دوست داشتن که از جمله برندهایی باشن که هدایای ویژه ازدواج این زوج رو تقدیمشون بکنن. از هر آنچه که شما دوست داشته باشین ما با بهار رهنما و همسرشون امیرخان عباسی عزیز صحبت کردیم، از آشناییشون بعد از ازدواجشون، اتفاقاتی که افتاد، و انشالله که این گفتگو به دل شما بچسبه و بشینه. واسه ما که خیلی دلچسب بود و سعی کردیم که تمام سوالای شما از این زوج رو برای اولین بار باهاشون مطرح بکنیم. ریاکشن هر هفته از شبکه تی وی پلاس با افتخار در خدمت شماست. هفته پیش هلوهوش همین روزا بود که طبق معمول من از خواب پاشدم و قبل از اینکه مهیا بشم واسه اینکه برم سر کار با یه سری عکس و خبر مواجه شدم. خبری که مثل بمب توی خبرگزاری ها و فضای مجازی منفجر شد و حالا امشب عاملان اون اتفاق و انفجار افتخار دادن مهمون ریاکشن تی وی پلاس باشن تا اولین گفتگوی ویدیویشون بعد از یه اتفاق خیلی مبارک و مهمون توی تی وی پلاس اتفاق میفته. خانم رهنما، آقای عباسی، خیلی خوش اومدید. سلام، عرض ادب داریم خدمت شما، ارادت تمام بینندگان شبکه خوب تی وی پلاس. لطفا قربان. خانم رهنما بفرمایید. منم سلام عرض میکنم. به هر حال خانواده فرهانی هم همشهری من، هم برای من مثل فامیلن. و اینکه من دیدم جلو من کلا وقتی که هجوم شروع بشه یه سیستم دفاعیه. بله. خودم جلو به استقبالش میرم. دیدم همه میگن بریم تی وی پلاس، هم بریم. گفتم حتما میریم. واقعا گفتن که نریم، یعنی درسته؟ نخوندین کامنت ها رو؟ نه. دو روز دیگه تو تی وی پلاس هم میبینیم. گفتم بله حتما. مرسی که خط میدین که ما چی کار کنیم. بله خیلی ممنون که به ما اعتماد کردین. اولین قاب مشترک شما توی تی وی پلاس رقم می‌خوره. احتمالاً تنها قابی که ما راجع به این موضوع دیگه، چون زیاد صحبت کردنش فکر می‌کنم که اون شیرینیشو از بین بره. و من خواهش کردم از همه خسرو، با اینکه چون کارش این نیست واقعا دوست نداره. بله. خیلی شاد، ولی دیگه بهش گفتم که عادت برای من خیلی به زندگی با سلبریتی عادت می‌کنه دیگه، این اتفاقات دیگه حاشیه‌ها جذاب میشه. خب اطمینانی که من دارم و علاقه‌ای که به شما دارم، چون لحظات خوب زندگی مثل چه بدم فارغ التحصیلی پریا، رفتنش از ایران، بعضی تولدام که خب حال هوام خیلی خوب نبوده. بله. کنار شما بودم، فکر کردم که حالا الانم به هر حال تصمیمی بود که من بیشتر روش موثر بودم، ولی امیر خسرو واقعا حمایت هم کرد که این اتفاق ما در واقع راجبش حرف بزنیم. و فکر کردم چرا با کسایی که تو روزهای غمگین ترم کنارم بودن سعیمش نشم شادیمو. لطف کردیم، افتخار دادیم. ما میخواییم واسه این که شیرینی این گفتگو خیلی بیشتر بشه، انرژیش هم بره بالاتر، به افتخار این ازدواج از بچه هم میخواییم که یک کف مرتب اول بزنن با یه حال خوب مصاحبه شروع بکنیم. همه هم جوون هست، چقدر کیف میکنن. خیلی خوش اومدین، دوباره عرض میکنم خدمتتون. خانم رهنما، همه ایران، کل جهان شما رو میشناسن. ما اول اجازه بدین با امیر خسرو خان عباسی آشنا بشیم، یه کوچولو شما رو بشناسیم، بعد بریم تو مصاحبه. بفرمایید. خواهش می‌کنم. در خدمت شما هستم. والا از زمانی که این ازدواج شکل گرفت، بله، ما هم مثل شما و کلیه هموطن‌ها خواب بودیم، صبح بلند شدیم دیدیم کلی میسکال داریم، همه زنگ زدن. اون همه شما تو شوکه، فقط من تو شوکه. مگه اکثر خودتون نخواستید پخش بشه؟ نه، حرکت اولیش نه، ولی خب ما چون پیش بینی میکردیم، حالا براتون میگم امیر خسرو، خیلی جا نخوردیم چون پیش بینی میکردیم همه چی رو به هر حال رعایت کردیم، ولی به این سرعت واقعا برای خودمون هم عجیب بود. ظاهرا ساعت 2-3 شب بود این عکس ها.
منتشر شده. مراسم چه ساعتی تموم شد؟ ساعت 12:12. 2:03 پخش شد دیگه. 2:03. منم 6 پا شدم دیدم کامل. بله، ما هم ساعت 7. ما اول خودمون همون ساعت ها دیدیم. دقیقاً. بعدش هم خودمون تصمیم گرفتیم که دو تا عکس خودمون بذاریم رو پستو که حالا بخوایم بیایم خیلی حرفایی که شاید ادامه دار می‌شد جلوشو سد کنیم و کات کنیم بگیم این اتفاق. شما آمادگیشو داشتین برای در مواجهه با ماشاءالله ظرفیتش خیلی خوبه. ماشاءالله. با همچین سلبریتی مطمئناً شخصی که بخواد ازدواج کنه میدونی که دوچار همچین حالا هجوم و هجمه چند تا میسکال داشتین همون شب بعد از مراسم؟ فکر کنم کسی به من که میدونی جورت نمیکنم 60-70 تا بود ماشاءالله. ما تا 3 روز کاملا فقط جواب میداد. واقعا اینطوری نبود که قرار باشه که عکس‌ها نیاد بیرون و قرار باشه چیزی پنهان بشه. بله. برای اینکه تقریبا همه دوستا و عزیزا و پدر مادرم و بچه‌م و همه کسایی که نزدیک بودن و بعد می‌رسن و اقوام نزدیک آقای عباسی خب خبر داشتن. ولی ما با این حجم گسترده واقعا تصورش رو نمی‌کنیم. و اینکه دوستانی که تشریفات یکتا که مراسم ما رو برگزار کرده و خود دوست 22 3 ساله من بله. هستن و خانوادگی خواهر و برادری یه جوری ما با هم دیگه بزرگ شده به من گفتش که من یه دونه عکس اگر مثلا من اصلا بابام نمیشه اون صاحب خب زغزده شده بود تلفی عکس گذاشته بود اون دوستمون و بعدم این که من خودم خب فکر کرده بودم یکی دوتا عکسمونو میدونی من میگم همین چیزی که در مورد شماها گفتن این مردم در این حال که ما اعتراض میکنیم میگیم مثلا خب چقدر فضای خشونت آمیزیه چقدر مثلا قضاوته ولی خیلی هاشون خوب و ماهن و وقتی که تو میتونی شادی تو باهاشون قسمت کنی اگر واقعا یه روانپزشک یه آدمی که تو صفحات اجتماعی فعاله بخواد آمار پستای صفحات مجازی منو بگیره من واقعا بیشتر حال خوبم و با مردم شریک میشم دوست دارم که اون لبخنده اون شادیه اگه دعاست اگه جایی هستم که احساس میکنم یه زیارتیه که جواب داره میده شاید خیلی وقتا که اصلا حالم بده مثلا گم و گورم یا مثلا 2-3 هفته یا مثلا 5 روز 6 روز هیچ پستی نمیزنم اونو وقتاییه که واقعا دوست ندارم حال بدم به مخاطبم منتقل بشه و از اون طرف هم اون چیزی که نوشتم خیلی برام مهم بود برای اینکه واقعا توی ایران این مسئله عدد و سن و اینا در راستای در واقع یکی از ابزارهای خشونت علیه زنان خیلی داره استفاده میشه مامان این کفش رو نپوش تو کفش مثلا یه مطلبی گوشته بودم کفش نارنجی نپوش من شوهرم ببینه خجالت میشه اون یکی بچه میگه که مامان مثلا تو در مدرسه من میای مثلا چه میدونم زیاد نخند مثلا من دوست ندارم اون یکی مثلا میگه مامان تو دیگه چرا میخوای فوق لیسانس بگیری دیگه تو مامان مایی میدونی یعنی اینکه احساس میکنن که دارن همش عدد میندازن یک عده ای برای زن ایرانی که بگن که خب نباید مثلا یه اتفاقایی بیفته و من خیلی دور و برم آقای فرهانی بله. چون حالا کار تدریسم میکنم دخترای جوون غمگین شکست خورده میدم و همیشه خب این لطف و محبت خدا واقعا این اشاره خداست به آدم ها وگرنه آدم های از ما بهتر خیلی زیاده همجا بوده که خب من یه تأثیر خوبی روی خانما میذارم مثلا دوستم دارم به هم محبت دارم به هم سمپادم و فکر کردم که خب من اگر بهشون بگم که میشه دوباره یه مسیر جدید رو شروع کرد میشه خوشحال بود و نباید خجالت کشید من بله من در 42 سالگی لباس عروس پوشیدم و عکس انداختم و شادیم و سهیم شدم و باورتون نمیشه که من تو همین چند روزه بارای 2000 تا ایمیل SMS توی خیابون برخورد از خانمایی که میگفتن که تو به ما امید زندگی ما امید پیدا کردیم آره ما فکر کردیم پس میشه دوباره آدم خوشحال باشه ما مثلا این حس رو داشتیم یا حتی 2-3 تا دختر خانومی که به من میگفتن که ما مثلا پدرم فوت کرده یا حالا مامانم جدا شده چقدر ما مامانمون رو تعقیب کردیم که به هر دوباره اگه دوست داره درس بخونه اگه دوست داره ازدواج کنه اگه دوست داره سفر بره به زندگی برگرده بله و این تاثیر رو من میدونستم که این اتفاق میذاره برای همین بعدن خب با همه خصوص صحبت کردم و خودمون در واقع این جریان رو هدایتش کرد خیلی هم خوشگل خیلی هم خوشگل خانم رحمت جناب آقای عباسی ما خیلی سوال داریم یعنی سوالایی که از طرف مردم از طرف خود بچه‌هاست و تیم در واقع تحریریه تی وی پلاس هر جایش که دوست نداشتین جواب بدیم میریم سوال بعدی و سعی می‌کنیم که خیلی اذیتتون نکنیم چون می‌خوایم که شب خوشگل با شکوه پر لبخند اتفاق بیفته امیر خان به شما چرا میگن حاجی جوونید که این دیگه محبت دوستان و پول داریم درسته؟ من شنیدم یعنی مردم روشن که خیلی ثروتمندین و پول دارم عمدتا مردم ما
ندیده راحت تفسیر میکنن. راجع به همه چی، همه کارشناس هم ماشاءالله رو همه چی هم نظر میدن، شخص رو میبینن سریع براش کامنت میذارن. مگه نخوندی حلقه 200 میلیونی بهار رانا؟ من نمیدونم چه جوری یه همچین حلقه ساده 200 میلیون میشه. خیلی شما کامنت میذارید. امیر جز کارآفرینای برتر تو جوونا و من خیلی راحت اینو میگم. می‌خواستم بگم زیاد چیزی نیست که نخوایم جواب بدیم، مگه اینکه احساس کنیم کس دیگه ای رو ممکنه مکدر کنه. و من قطعا برام مهم بود اگر قرار ازدواج کنم آدمی باشه که آدم موفقی باشه به لحاظ مالی، آدمی باشه که به هر حال محکم باشه، بتونه مثلا یه آینده خوبی برای خودش و همراهش رقم بزنه. ولی واقعا اون چیزای افسانه‌ای که می‌نویسن ما که هنوز ندیدیم، مگه اینکه حاجی قایم کرده. یه تکونی اگه بدیم به خود خلاصه این حلقه 100 میلیونی رو بدیم. چی 200 میلیون نوشته بود؟ خیلی از این، یعنی خیلی خیلی پایین. از کدوم منطقه؟ من مریم مظفریان، دوست صمیم منم، مدل دوایراتشون هستم. از مریم جون خیلی خیلی خانم رهنما نوشته بودن که چقدر مراسم ازدواج شما اسپانسر داشته. آره گفتم چقدر داماد خوشبخته. هزینه آخه مثلا مراسم هیچ کی باورش نمیشه این عکس مال یه جمع 25 6 نفره بوده. نهایت با عوامل 30 نفر. 30 نبود. و اینکه ما چون دوستامون هستن، مثلا خب مثل شما که مثلا الان دوست ما هستین، یا مثلا خب میکاپ آرتیست من خیلی آدم معروفی، یکی از کسایی که برای من چندین بار لطف کردن میکاپ کردن. خب ما طبیعتاً از آشناهامون رفتیم خرید کردیم در حد خودمون. بله. اونا هم خب محبت کردن حالا به ما یه بخشی، مثلا بعضی هدیه دادن، بعضی خب تخفیف خوب دادن روی خریدمون. ولی به هر حال یه مراسمی بودش که هر کجای دنیا هم شما بخواد یه سلبریتی ازدواج بله. کنه، طبیعتاً از هر برندی بخواد خرید کنه، همون برند دوست داره معرفیش بکنه، همون که قطعاً اون قیمت رو نمیگیره. ولی بله. اینکه خب اسپانسر به من متوجه اصلا این کنایه مردم نشدم، خیلی چیز بدیهی بوده. نه اتفاق واسه سلبریتی واقعا خیلی طبیعیه. آره ولی من پول تک تکش از داماد گرفتم. شما خیال خب خدا رو شکر خیلی هم خوشگلی اتفاق نیفتاد. نه طفلی بیچاره. یه سفر بلافاصله بعد مشهد ما گرجستان بودیم بله. که به هر حال من خیلی طبیعت رو دوست دارم. بیشتر عکسایی که دو نفره انداختیم استدیو امینی رو بردیم گرجستان. دو تا از دوستامون هستن اونا هم. چند روز خب... کشید عکاسیتون اونجا؟ نه ما دو روز رفتیم. همه چیم رو سرعته، همه چی رو دور MP4 آره ماشاءالله خانم رهنما اینقدر خودشون سرشون شلوغه و کار میکنن. آره چون سر کار بودن. مشهد عقدتون اتفاق افتاد ما توی خود حرم امام رضا و اینقدر حال خوبی داشت. خلافت علت داره بهتون بگید دیگه. همینجوری که داریم حرف می‌زنیم قولی هم که اونجا به هم دادین هم به ما بگیم. ما در واقع یه جورایی امام رضا باعث رسیدنمون به هم دیگه شد. علتش هم اینه که حالا حتما توی سوالاتون هست از شیوه آشنایی ما. بله بله. من تقریبا بالای 7-8 ساله که مدل صورت هستم، حالا برای میکاپ، برای جواهرات بله. و کارهای مثلا آرایشی و این ها، مثلا سینره یه سال باشون کار کردم، جاهای مختلف بوده که برای خود شما یکی دوتا مورد بوده که یکی از مواردی که با هم تماس گرفتم و اتفاقا تو شلوغی کار من بود آقای عباسی بود که 3 سال پیش به من زنگ زدن. 3 سال پیش آره بله. و به من گفتن که ما برای یه محصولات آرایش بهداشتی، بعد میگفتن سشوار خونتم روشن بود رو هوا. منم ظاهرا خیلی بی‌حوصله حرف زدم و گفتم من مدیر برنامه دارم و نمیدونم. آقای عباسی میگفت من اصلا خیلی خوشم نمیاد. گفتم چقدر اینا جلو دوربین خندون و خوش اخلاقن. ولی خود شما تماس گرفتین بخوام راهنما؟ آره خوب. مورد من چون خاص بوده خودش. بعد از اون چند ماه بعد آقایی به نام آقای سروش لاچینی به من زنگ زدن. دیگه من نمیدونستم این به اون تلفن مربوطه بله. که در واقع یه سفارش، یعنی برای تبلیغشون که خودشون میخواستن استفاده کنم، فیلم برداری کردن که اصلا اون تبلیغ مجوزم نگرفتن. من 2 سال اینا پیش برای صدا و سیما بود که فکر میکردن که میشه که از چهره سر بگم، ولی خب با من کار کردن بله. من دیگه دقیق نمیدونم مثلا اون آقایی که تماس گرفتن فقط شرکت هاینس رو، یعنی من هنوز جاکسیرم نمیشناختم. بعد دیگه این کرمای شتو موقع من وقتی شروع کردم وزنم کم کم شروع کردم استفاده کردن تو مشهدت فقط یکی حالا همش به مشهد مرفته بله. یه خانمی به من گفت این فوق العاده آبرسانیش قویه و تو چون داره وزنت خیلی میاد پایین، مثلا من
تا امروز نزدیک 35 کیلو وزنم کم کردم و خب این کرم شما دیگه تو پروسش بودی، این کرم چطور موقع بود؟ بعدش که من تقریبا میگم حدود 3 ماه اینا پیش مشهد بودم، به طور اتفاقی آقای عباسی هم مشهد بودم، من عکس میذارم تو اینستاگرام آقای لاچینی که جز مدیرای شرکت ایشون هستن، چون امیر مؤسس و ایده پرداز و در واقع همه اون شروع استارت شرکت با امیر خسرو بوده، ولی ما دو سه تا دوست داریم که اونجا جز سهامدارای اصلیمون هستن و هدایت میکنن جریان. یکی از اصلی‌ترینشون آقای لچینی. آقای لچینی به آقای عباسی میگه خانم راهنما هم مشهدن و فلان و اینها، و حالا بعدا خودش اگه دوستش میگه آره همین خواهد شما با نقشه بوده همیشه نه هیچی با نقشه نبوده ظاهرا، یا من اینجوری باورم. بعد منم سفرم جا به جا شد، قرار بود با دوستان برگم، من تنها برگشتم. بعد که از مشهد که من اومدم توی فرودگاه آقای عباسی رو دیدم، بعدشون سلام کردم، من اصلا نه برام آشنا نه فکرم، فقط مثلا موضوع لطف و طرف داریم. بعد دیگه اومدن گفتن که من صاحب شرکت هستم. بعد آقای لاچینی رو من دیده بودم، آقای لاچینی اومدن و دیگه من متوجه شدم که اون آقایی که مثلا اون که تلفونه رو هنوز منه، تلفونه رو بعد ازدواج فهمیدم. بعد دیگه به منم ماشینم یه فرودگاه دیگه، یعنی فاصله داشت، پارک بود دیگه، ایشون لطف کردن اومدن ماشین رو جابجا کردن و به من گفتن که ما می‌خوایم یه زنه همکاریمون رو توسعه بدیم، چون الان یه شرکتی هست که داره برامون تیزر می‌سازه و بعد کرم شترمرغ، تا گفتن کرم شترمرغ، گفتم وای این همینه که آبرسانش اینجوریه. نه بعد دیگه کل قزمایاش گفتم تو رو خدا این واقعا روغن شترمرغ داره، پس چرا بوی شترمرغ، چون دیدین روغن سنتی شترمرغ یه بوی داره که من اصلا دوست ندارم، گفتم چرا اون بو رو نداره، گفت نه ما اینو خب به درجه یا به یه شکلی رسوندیم که مصرف کنیم. دیگه ریزه راجع به کرم صحبت کردیم و بعد کارت کاریشون رو به من دادن، من که آقای لاچینی که هستن و با من آشنان، گفتم حالا من برای این تیزرهای جدید و اینا که باهاتون تماس میگیرم. که دیگه فرداش به من زنگ زد گفت من یه کار مهمتر از تیزرها دارم و من خواستگاری کردم. تلفنی اتفاق افتاد. بله جان، ما همین خواهد تو رو خود اون حسارت با یه ترانه هوروش بند یعنی شعر خونید پشت تلفن؟ نه، به من گفتن که شما یه ترانه هست خیلی قشنگی، من دیروز که شما دارم میخواییم بفرستم بودم، خواهش میکنم. بعد از اینکه پیشنهاد دادن اون رو بفرستم. کدوم هنگش بوده؟ بکی پوز میدی. و اون لحظه رو چجوری شما تجربه کردیم و این پیشنهاد رو به خانم رحمت خیلی جرأت میخواد؟ کلن آدم عجیبیه، یعنی تو کارش هم شما برین جز اولینا توی من بالا. خیلی ریسکش بالا. خیلی ریسک کردین نمیخوام. تو خانم رحمه میدونید که یا خیلی خوبن یا خیلی دیگه بد میشن دیگه، یه تعارف ندارم باشید. زمانی که من فکر کنم ترمینال 4 فرودگاه بود داشتیم با هم صحبت میکردیم، بله، و براشون توضیح دادم که خیلی از این همکارهای شما هستن، نگفتم خود شما، خیلی از همکارهای شما هستن بعد برخورد میکنن، تلفن میزنی اینجوری جواب میگن، مدیر برنامه سشوارشون روشنه. بعد ما هم خوشمون نمیاد یکی به ما بگه مدیر برنامه همون صحبت کنید و این شما مدیر عاملین دوست دارید سریع اتفاق بود. بعد زمانی که با آقای لاچینی بودیم رفتیم خانم رهنما رو رسوندیم حالا ترمینال 2 پیش ماشینشون اینا، اومدیم ارتباطی هم که گرفته بودیم، فردا صبح داخل شرکت من با آقای لاچینی صحبت کردم. حالا داشته باشین که آقای لاچینی اونجا چه جوری شوک شده، گفته حاجی چی شد، تبلیغ کنیم. خیلی ما رو بعد از این ازدواج خیلی با ما گفتن شما گرایش مذهبیت خیلی باله و این حجم خیلی رو من بود. بله گرایش مذهبیت خیلی باله، با یه فردی میخوای سلبریتیه اصلا شرق و غربی، چجوری میخواد این اتفاق بیافت. وقتی که من با این آقای لاچینی صحبت کردم گفتم همچی اتفاقی میخوام، حالا میخوام برم صحبت کنم، میگم حاجی به نظرت چیکار میخوای بکنی بگی نگی، گفتم میگم دیگه، حالا یا میگم بله یا میگم نه دیگه، غیر از این که نیستش که. گفت پس اینجوری نگو، به این شکل نگو، حالا بذار یه مقدار. حالا میون حسابش شد این که دو تا چک آقای لاچینی دست من داشت که تاریخاش دیرتر بود، من گفته بود حاجی اگه خواستگاری تو بگی نه کارم با همون نمی کنی با چک. اوه چقدر سخت بوده دیگه، این اتفاق افتاد. خب چه ساعتی شما تماس رو گرفتی بخون رحمه؟ ساعت 2 بود، 2 رو به ظهر، 2 ظهر، چون اصولا هنرمندان شبای مقدار حال بهتری دارن. نه 2 ظهر ندادم دیگه،
بعد گفتن بعد منتها از سیستم آها. ارتشی استفاده کردن، گفتن من یه هفته سر یه هفته جمع، گفتم آخه اینجوری که نمیشه ازدواج کرد. بعد یه چیز خیلی جالبی هم خسرو من گفت مگه پدر مادرای ما چه جوری ازدواج میکردن؟ معرفی میکردن به هم، یه تحقیقاتی میکردن، منم همه چیم رو این اینم این تحصیلاتم این خانواده، شما به پدر مادرتون بگید. و خیلی نکتهش جالب بود، گفت پدر مادرای ما اینطوری بود که به هم دیگه معرفی میشدن، با یه شناختی با یه اعتمادی میرفتن ازدواج میکردن، بعد در پروسه ازدواج بود که علاقه پیش میومد، همه چی جلو میومد. ولی الان انقدر اون قبلش طول میکشه که اصلا به ازدواج منجر نمیشه. و گفتش که من توی حرم امام رضا، چون از امام رضا خواستم که دیگه دلم میخواد یه همراه کنارم باشه و ادامه مسیرم و دوست دارم با کسی بدم، و همزمان اونجا دیدمت و قبلش هم هی فکر میکردم توی این یک دو ساله به این موضوع، دیگه به خود آقا امام رضا در واقع اطمینان کردم. و باورتون نمیشه که تمام اتفاقای ازدواج ما پشت هم دیگه چجوری، یعنی هر چی که میشد من گفتیم اصلا ما انگار کاری نیستیم، یعنی یه کس دیگه ای. خیلی. و همین که اصلا آدم سلبریتی باشه نباشه، این که شما بتونی روز تولد امام رضا بلیت گیرت بیاد بتونی هتل، چون سخته، یعنی از مثلا 3 ماه قبل راسه اون روز تمام هواپیمایی ها شلوغ و بله. ما خب این شانس رو داشتیم که هواپیمای معراج آقای مهندس زنگنه از واقعا کاپیتانای خوب کشورن که تونستن یه خط هوایی خیلی معتبر و خوب و که آدم خیالش راحت لاغر هواپیماشون بله. دیگه فکر کنید من مثلا زنگ زدم گفتم این هر جایی پرواز داریم، حتی واقعا سخت پیدا شد، ولی خب هواپیمای معراج و جالب ما سفر قبلیمون هم هر دو اتفاقی با معراج بودیم، اینو میخوام بگم قسمت که اصلا معراج هواپیمایی نیست که خیلی شلوغ و مثلا تعداد هواپیماش زیاد باشه، معمولا آدمای عادی حالا یا ایرانر یا جای دیگه مثلا بلیط میگن بله. هم ایشون بلیطش معراج بود هم من. بعد واسه منظورم اینه که این که ما بتونیم اون روز تو حرم عقد کنیم و باورتون نمیشه اصلا یه نفر ما رو نشناخت، یه نفر مزاحم من بود، دیگه اصلا تمام حرم امام رضا پر آدم، روز تولد امام رضا عقد کردیم هم وسط حرم امام رضا بین مردم، یعنی یه آقایی بینمون قرار گرفت و خانواده خیلی آقای خودش ترجمه نکرده بود چرا خیلی. و همین میگم اینا اتفاقایی نیست که ما قطعا آدمای از من بهتر که خیلی هست، حالا امیرم خیلی آدم نازنینیه، خیلی خب واقعا شاید دوست نداشته میشه من بگم، ولی من چون اعتقاد دارم که تشویق میشن جوونا واقعا محب اهل بیته، نمیدونم نمازش قضا نمیشه، و تنها شرطی که برای ازدواج با من گذاشت این بود که من نمازمون به موقع بخونم، یعنی هیچ چیز دیگه ای از من نخواست. و چیزی که منو خیلی غافلگیر کرد یا حالا نمیدونم بهم راست گفته یا نه، همیشه میدونیم ما سلبریتی ها تنهاییم، من درباره این موضوع خیلی نوشتم، یعنی همیشه ما مثلا میریم خونه دوستمون، بچه دوستمون میگه که ماما بهار راهنما اومد، در حالی که مثلا تو نمیگه خاله اومد، میدونی میری مثلا بله. تو سوپر نمیگن مثلا ای خانم مثلا همسایه اومد، اینه که هنرپیشه اومد بده شیکم چربیا رو مثلا بده، الان مثلا فلان چیزو میخواد ماست که همچنان هنرپیشه میدونی بله. هیچ کس آدم به یه جایی میرسه احساس میکنه دیگه کسی به خاطر خودش آدمو نمیخواد. ولی امین یه چیزی به من گفت که امیدوارم راست گفته باشه، ولی انقدر منو گول زد و تحت تاثیر قرار داد که به من گفت تو اگه کنار خیابون گردو هم میفروختی من دور میزدم ازت خواستگاری میکردم. امین خواهد دیالوگ آقای لاچینی گفته بودم بگیم که تو دیالوگ های کنم های نسه تبلیغاتی اینا تبلیغاتی هم دیگه بلدن چی پس بعد چقدر طول کشید که بله رو گرفتین شما؟ یه سر یه هفته اتفاق افتاد که شما یعنی ببخشید اصلا خدایی بود، یعنی شما اتفاقه اس ام اس یا تماس اوکی دادین؟ نه من گفتم که من با مامانم اینا، خیلی شاید کسی باورش نشه ولی ما این دفعه خیلی همه چیز سنتی و به شکل در واقع رسمی، با اینکه خب حالا شاید دیگه تو سن من عجیب باشه ولی من خانواده عراقی دارم، عراقی خیلی آدمای پایبند سنت خودت میدونی خیلی زیاد، یعنی براشون فرق نمیکنه بچه‌شون 30 سالش باشه 40 سالش باشه 50 سالش باشه، یه سری مراسم یه سری روابط براشون خیلی مهمه. و خب مامان بابای من خیلی زیاد نگرانه من بودم و خیلی هم میترسیدن این موضوع. من به مامانم از فاصله که من گفتم تا مامانم اومد دید امیر خسرو رو خیلی طول کشید، و واقعا من فکر می‌کنم تو تصمیم هر دومون اون حال هوای حرم امام رضا اون شبی که ما اونجا بودیم این اتفاق طلاقی، یعنی تا آدم میمد فکر کنه فهم که خب یه چیزی رو شاید مثلا امام رضا سر راه آدم قرار داده، برای همین خب به منم اطمینان داد و من واقعا قصد ازدواج داشتم، یعنی حالا شما بهتر در جایی. من بعد از رفتن پریا خیلی احساس تنهایی میکردم
احساس کردم یه دفعه ای که انگار که مثلا خون دلیل اینی که من پیشنهاد ازدواج دادم به ایشون تعقیبشون که میکردم حالا از دوستان همکاراشون هر فردی که شناختی داشت نسبت به ایشون طی این سه سال گذشته همه میگفتن که فقط یه قلب مهرم مرسی. یه قلب مهرم یعنی امیر خود به غیر از این هیچ چیز دیگه شما حس تنهایی داشتین؟ بله مثلا شده بود مثلا عید بشه آدم تحویل سال بشه احساس تنهایی بکنه دقیقا دوست داشته باشین یه نفر همراهتون باشه با هم سفر بریم شاید من تو سال گذشته تو حرم امام رضا بودم شاید من از امام رضا خواستم که آقا عنایت کن حالا کسی که هم کف ما باشه از لحاظ باطنی درونی نزدیک به ما باشه چون حجاب فقط همین چادر رو سریه نیست بله بله خیلی با حجاب ها هستن که انقدر کارایی کردن که افرادی بی حجاب هیچ کدومشون اصلا سمت و سوی این کارا نمیرن خیلی با حجاب ها هستن افرادی انداختن زندان بله. خیلی بی حجاب ها هستن یه صد راضی نیستن این اتفاق بیفته ولی حجاب ترس از خدا درون دل آدم هست که این ترس کاملا تو دل ایشون بود اون محبت بود پیغمبر ما پیغمبر رعوفیت و محبت اومد به ما دوستی و محبت بود و واقعا ایشون هر فردی که میخواد مثال بزنه هم محبت ایشون مثال میزنه بله واقعا و این شاید نقطه خیلی قوی بود که گفتیم شاید یه فردی باشه که این ادامه مسیر زندگیمونو خیلی راحت در کنار آرامش در کنار همدیگه بتونیم طی کنیم خیلی خانم راهنما رو میشناسن اونم اینه که هم ما نظری سفره شما رو خوردیم هم اعتقاد شدید و زیادی که به ویژه امام حسین داریم و همین که خیلی کمیاب و نایاب ستاره‌ای که با این تحصیلات دو تا فوق لیسانس دو تا لیسانس با این سطح اطلاعات و در واقع درک حضور داشته باشه تو عالم هنر و ما به شما افتخار میکنیم و آرزوی خوشبختی میکنیم با ستون و برای اینکه یه ذره حس برنامه همون خوشگل تر بشه از همه بچه همون میخواییم که دوباره به افتخار این ازدواج خوشگل یه کف بزنیم میریم یه بوله میبینیم یه آیتم میبینیم برمیگردیم شارژ میکنیم میایم خدمتتون شما بیننده برنامه ریاکشن از شبکه تی وی پلاس هستیم و ما مفتخریم که میزبان یه زوج خوشبخت دوست داشتنی مهربون باشیم خانم بهار رهنما و جناب آقای امیر خسرو عباسی یه ذره ریاکشن خشمگینتون رو کنترل آره ان شاء الله عروسی شما من زیاد نده ببین خیلی کم بود یعنی ناراحت کننده به هر حال مخصوصا بیشتر پدر مادر من که میدونیم من خدا رو سرزمند باندر بومنم یعنی نه اصلا به اصطلاح از یه حدی در این مورد برای موضوع گذشته و به تاثیر اجتماعی یه حرکت یا یه اتفاق بیشتر فکر میکنم ولی مثلا خب واقعا بین 4000 تا مثلا کامنت اگه تو مثلا چون من دو تا ادمین دیگه صفحه هم داره و تقریبا آمار داریم مثلا 10 تا حرف بعد خب خیلی بی‌انصافیه که آدم بخواد اونو نگاه کنه و اینکه من همش میگم واقعا دوست دارم بگم که مردم ایران خیلی دوستتون دارم امیدوارم و بیشتر این وظیفه رو رو دوش من گذاشتین که تو لحظاتی که براتون سرنوشت سازه و توی چیزهایی که به مردم ایران مربوطه با تمام وجودم باشم کنارتون برای اینکه تو این اتفاق از همه جایی که ایرانی های مهاجر شهرهای مختلف ما چقدر دستگل و اینا برامون تو هتل فرستاده شد شیرینی نمیدونم مصفتی اینا که بدون آدرس بدون هیچ چشم داشتی بدون که کسی بگه آی بیا رو صفحه من لایک کن فقط مثلا فرستاده بودن ما آرزوی خوشبختی میکنیم مثلا کنارتون هستیم و حتی من میخوام بگم برخلاف تمام این حالا فضایی که وجود داشتش من از خانواده همسر سابقم تبریک کلی تو صفم داشتم واقعا؟ بله شقایق جون زنگ زدن خود آقای قاسم خانی چند شب قبل برای ما آرزو خیر و برکت کردن تو خیلی نمیشوندن که مهراب قاسم خانی شقایق دهخان آخه نه خیلی نداشتم به مراسمشون خب به هر حال به نظر من خب خیلی اولا من آدم های نزدیکتر نداشتن که حالا من نمیخوام اسم ببرم ناراحت هم بودین شما از اینکه تبریک عجیب بود برام نه من زیاد
ناراحت دیگه نمیشم. میگم یکی دو سالیه که یه ذره انان فکر و ذهنمو دست گرفت. دوستای نزدیک خود من، آدمایی که من توی سختی‌هاشون، توی حجمه‌های اجتماعی به خودشون یا به خانواده‌شون همیشه کنارشون بودم، ولی من برای این نکردم که بعداً جبران کنم، ولی به هر حال یه تبریک هم نشم. برای من خب بدیهی بود که به هر حال مهراب جان یا شقایق، خب من انتظاری هم نداشتم که بخوام رو صفحه اجتماعی، ولی من پیام تبریک داشتم از شقایق جون، از خانواده آقای قاسم خانی، برای اینکه می‌دونید واقعا مورد ما یه مورد خاص بود، یعنی دو تا دوست بودن که مسیرشون جدا شد و واقعا همین، یعنی شما مثل دوستی که مثلا میگه مثلا فلانی دوستم بود تو فلان دهه، مثلا ما فلان کار انجام دادیم، فلان جا رفتیم، و این خیلی بر من حتی پیش امیر خسرو خیلی افتخارآمیز بود که هستن خانم قاسم خانی که آمریکا زندگی میکنن، که از اقوام درجه یک ما هستن، یعنی درجه یک آقای قاسم خانی، و اینقدر سالیان سال من با اینا بزرگ شدم که برام واقعا همچنان مثل دوست و فامیل میمونن، که نوشته هاشون هستش که چقدر لطف کردن و آره خیلی برای من متقابل خانم راهنمایی، چون شما من هیچ من وقت ندیدم که دوستشون دارم تحقیق بکنید خانواده قاسم خانی، خیلی نازنینن، من کنارشون خیلی چیزای خوبی یاد گرفتم، حتی مثلا فیلم محبوبی که همه خسرو دوست داره مثلا سن پترزبورگ، یعنی ما واقعا در مورد هنر رو دیگه الان از الان به بعد دیگه دوست ندارین. چرا به خدا مرد مردی اصلا دیگه نمیتونه این تیکه کلامی که گفتم گرد فروش هم باشی بله بازم میاد واسه چی مال سن پترزبورگ اوه تاسی اونجا گرفته بود مربیش اونجا بود واقعا ببینید یه اسمایی از حد مثلا آقای فرهادی خود ایشون از حد واقعا مسائل شخصی میگذره، یعنی اینقدر بزرگن و نازنینن که همه دوستشون داریم و میگم شاید در مورد ما خاصه این موضوع و واقعا براشون احترام قائلم، علاوه بر اینکه خب پریا خیلی برای من عزیزه، پریا دوست خیلی با امیر خسرو، من زمانی که تو همون شانسی که آوردم و راحت تونستم تصمیم بگیرم، حالا جلو خودش میگم، یکی از مسائل مهم من بود که پریا ایران بود و خیلی زود من با هم در واقع آشناشون کردم که خب ببینن همدیگر رو و صحبت بکنم، و خب پریا یه حسی داشت که میگفت ما احساس میکنم که یک آدمی که میخواد حمایت کنه میخواد واقعا خودت رو داشته باشه. یعنی پریا خانم هیچ مشکلی نداشتن با این اتفاق؟ به هر حال بچه‌ها میدونین آدم از درونشون آگاه نیست، طبیعتاً هر بچه‌ای دوست داره که این اتفاق نیفته برای پدرش، و من اصلاً تشویق نمی‌کنم کسی رو که اگر میشه که زندگیشو ادامه بده. من برخلاف این چند تا کامنتی که در این مورد گذاشته بودن که اشاعه، نه اصلا اینطوری نیستش، اگر بشه ما خودمون بارها شده الان، خب مثلا مونا اینجاست چند یکی دو تا مورد چون ما دوست داریم مشترک داریم، من خودم همیشه پیش قدم میشم اگه بشه زندگی رو صحبت کرد حل کرد، مخصوصا اگر بچه هست. من اصلا نمیگم این اولین راهه، ولی من خیلی خیلی میگم اگر بچه دارین و راه آخرتون جدایی، سعی کنین با هم دوست باشین، یعنی اون بخش احترام حفظ بشه. درست. برای همین پریام خب قطعا ترجیح میداده که این اتفاق نیفته برای خانواده‌اش، ولی کلا بچه یه که دوست داشت که من آرامش داشته باشم و از تنهایی من نگران بود، و خب خیلی امیر خسرو، حالا شاید چون اون پریا سوارکاری خیلی دوست داره، امیرم هم سوارکار هم اسب داره و دیگه از یه چیز ورزشی با هم موقع پریا خانم آجام زدی پریا خانم سخت داره یا بهار خانم؟ ولی خیلی سخته فکر کنم واسه بچه که مثلا بتونین آپدیتش بکنید با این شرایط. دختر من بزرگ ایرانم زندگی نمی‌کنه، به هر حال شرایطش. من فکر می‌کنم اگه یه دختری بزرگ باشه و مامانش به هر حال مامانش هنوز به نظر آدم‌ها جوون بیاد و دوست داشتنی باشه، طبیعتاً ترجیح میده که مامانش یه ازدواج رسمی و علنی و خیلی آبرومند و خوب داشته باشه، تا اینکه خدای نکرده بخواد حرف و حدیث و بحث و شایعاتی پشت سر مامانش باشه که اون بچه رو آزار بده. بله قطعاً همینطوره. خب این یه روشه به نظر من، یه انتخاب ازدواج، ولی قطعاً یه ازدواج یه انتخاب متعهدانه است، یعنی آدمی که بخواد روش زندگی نامنظم و در واقع باری به هر جهتی داشته باشه طبیعتاً ازدواج نمی‌کنه. قطعاً همینطوره. خانم راهنما داره آقای خسروی، من مردم ببینم یه زوج خیلی با شخصیت و امیر خسرو عباسی اشتباه گفتم چه آقای عباسی ببخشید، یه زوج خیلی خوشتیپ و با شخصیت، یه هدیه ای از طرف گالری جواهرات زرارا تقدیم شما میخوام بکنم به پاس
ازدواجتون تقدیم میکنم به شما. چقدرم پکیج شنگ عروسی ماست. آره، رنگ عشق که شما فرموده بودین جناب آقا و خانم جگام که در واقع صاحبان برند زرارا هستن تقدیم میکنیم اینو که در واقع حامی این برنامه هم هستن. من که میدونم اگه اینو باز نکنم خانم تا صبح خوابشون نمیبره. آره اگه باز کنیم برای همین. وای خیلی ممنون، چقدر زیبا و عروسی طوره. به به، خیلی خوشگله. دستتون درد نکنه، خودشون تو استودیو حضور دارن و خیلی هم خوشگل و عزیزم. خیلی ممنونم از هدیتون خانم رهنما. تا خیلی دور نشدیم میخواستم از شما یه جمله‌ای بپرسم، اونم اینه که به بچه‌هایی که پدر و مادرشون در شرف ازدواج مجدد هستن توصیه‌ای داریم؟ سخت بگیرن نگیرن؟ نمیشه واقعا، اصلا آدم خودشو تو شرایط یک خانواده دیگه نمیتونه قرار بده. ولی چیزی که من درباره خیلی از دوستام همسن سالای خودم، زنای از شما بگین 35 40 42 40، یعنی خانمایی که دیگه نه بچه‌ن، یعنی سنی ازشون گذشته، اگر نذاشتم پدر یا مادرشون بعد از تنهایی ازدواج کنن و مخالفت کنن، الان تو این سن پشیمونن. میدونی، برای اینکه هر کدوم زندگی خودشونو دارن، دل مشغولی خودشونو دارن و میگن اون موقع ما حساسیت نشون دادیم، اون موقع ما نمیتونستیم، ولی الان مثلا مادرم تنهاست یا الان پدرم کاش یه نفر. چون میدونین ازدواج واقعا بالای 60% حمایت روحیه. بله. چون من خب خانم دکتر آزیتا علیشا کسی بود که خیلی منو ذهنمو آماده کرد و به من یاد داد، مشاوره روانکاو هستن، من چندین جلسه طولانی یک سال تقریبا خب از دور مفاهیم و این چیزایی که تدریس میکردن کانالشون رو دنبال میکردم، بعد مریضشون شدم و اونجا فهمیدم که کلا اصلا نگاه هم نسبت به ازدواج تغییر کرد و این حمایت روحیه برام خیلی مهم شد. درست میفهمید که اصلا اینه که آدم احساس میکنه، که بعضی ها احساس میکنن دوباره دوست دارن ازدواج کنن، خیلی هم نه، اصلا ما نمیگیم کسی ازدواج نکنه، چون آدم ها با هم متفاوتن. برای همین میگم در مورد بچه هم نمیشه آدم بگه هر بچه ای، ولی من تجربه آدم های تقریبا بین 30 تا 40 سالی که در جوانیشون نذاشتم پدر یا مادرشون، اگر حالا یکی از زوجها فوت کردن یا جدا شدن دوباره ازدواج کنن، میبینم الان که پدر مادر رو پا به سن گذاشتن بچه ها پشیمونن، من که احساس میکنن که یه فرصت زندگی دوباره رو گرفتن ازشون. ولی خب خیلی وقتا خیلی خانمای ایرانی که من بسیارم براشون ارزش قائلم، مثل مام بزرگ خودم، بعد از فوت شوهرشون مثلا خب 3 تا 4 تا بچه دارن، واقعا ترجیح میدن بچه هاشون رو بزرگ کنن. به نظرم مسئله فوت با مسئله جدایی باز فرق داره. شما به روانکاو و مشاورم که مراجعه کنین کاملا این دوتا پروسه رو متفاوت براتون باز میکنه. درست میفرمایید. امیر خود شما بزرگترین ترستون برای این اتفاق چی بود؟ برای این ازدواج بهش فکر میکردین میترسیدین؟ بزرگترین ترس من همین حجمه بود که از شاید که گذشت دیگه، افتادش گذشت، چون شناختی که نسبت به ایشون پیدا کرده بودم آنچنان پیچیده، آدم پیچیده نبود. بله خیلی ساده، آدم پیچیده نبود و شفاف، و مهمتر از همش این بودش که خودشون هم دنبال زندگی بودن. بله. و جالب این بودش که داخل حرم امام رضا بودن، ما هم به اتفاق دوستانمون بودیم، حالا ایشون شاید یه صحنه دیگه، ما یه صحنه دیگه، جفت ما خدا یه تقاضایی داشتیم که خدا یه نفر یا امام رضا واسطه شو، یه نفر بیا ادامه زندگی ما همراه باشه. شاید زمانی که ایشون همچی سوالی کرده گفتم من اینو خواستم، شما چی خواستی تو این شهر؟ همینو خواستم. گفتم آقا امام رضا خیلی سریع حاجت ده بریم اونجا به یک هفته نزاش، و این برام خیلی جالب بود. قربان شما یه شرط واسه خانم رهنما گذاشتین که نمازتون رو بخونید. حالا نمیدونم شد یا نشد. شما شده. الان دیگه هم جلوتر میره. ماشاءالله. چه خوب. من همیشه هم نماز خون بودم، ولی کاهل نماز بودم دیگه نیستم. دیگه این شرط رو انجام داد. شما خانم رهنما چه شرطی واسه امیر خان گذاشتین؟ گفتم چون خیلی خوش قیافه است حق نداره بازیگرش. آه یعنی ممنون ورودی برسه ممنون دیگری. اون تصویره نه اونجا استثنا خیلی عمالی. خیلی ها پرسیده بودن اگه دوست داشته باشین به ما بگین، گفتن خانم رهنما مهریهشون چیه؟ گفتنیه سوال بعدی؟ نه تقریبا من مهریه ای نداشتم، یعنی ما یه حدیه هدیه ای بین خودمون صحبت کنیم، ولی آقای عباسی جالبه برام، اینو من یه جای دیگه هم گفتم که
با وجود اینکه روحیه کاملا مذهبی داره، نگاهش به زن خیلی نگاه روشنفکرانه‌ایه و تمام اون حقوق، چون من چون حقوق خوندم هی بهش میگفتم روز عقد میگفتم اینم امضا میخوای بکنی؟ میگفت امضا میکنم. یعنی حق مسکن، حق طلاق، حق حضانت، حق، چون 4-5 تا حقه که در واقع توی عقدنامه داماد مخیره که امضا بکنی یا نه، ایشون همه رو امضا کردن و اعتقاد داشتن، گفتن که کسی که به هر حال به مهریه اعتقاد نداره حقشه که این حقوقو به عنوان زن داشته باشه. یعنی شما هیچ اعتقادی به مهریه نداشتین و اون حقوقا رو گرفتین؟ اصلا اتفاق افتاد هر دوش، من باورتون میشه راجبش صحبتی نکرده بودیم، برای اینکه دیگه واقعا سنمون طوری نیست که بخوایم حالا مثلا کسی بخواد مهریه بگیره و بده و دیگه بله. میخواییم در آرامش زندگیمونو بکنیم. این اندازه هم که حالا راجبش داریم حرف میزنیم واقعا من تکرار نخواهم کرد. همینطور همین خسرو، یعنی سعی میکنیم که توی همین فضای اولیه و شروع شوقی که هستش باقی بمونه و اینم شما ثبت کردین، ازتون خیلی ممنونم. بزرگواریم، واسه افتخار ما. خانم رهنما، توی ازدواج دوم عقل حرف اول میزنه یا احساس؟ عقل به نظر من. یعنی شما همه جوانب رو سنجید؟ من اصلا یه دفعه امام رضا پکیج اون چیزی که میخواستم ببینید، من خیلی راحت میگم من آدم تحصیل کرده دلم میخواست و اینکه آدم که اهل مطالعه باشه، که خب امیر بود، آدم خانواده دار دلم میخواست، آدم خوش قیافه دلم میخواست، چون من واقعا برام مهمه که احساس سمپاتی ایجاد بشه، آدمی دلم میخواست که با پول پدرش کار نکرده باشه، خودش روی پای خودش اومده باشه. به هر حال آدم دوست داشتم که منصب مشخصه، حالا دولتی نشه باشه که درگیر نمیدونم رفت و آمد و خارج از ایران اومدن و رفت و شغل آزادی باشه که زیاد مقید مسائل دولتی نباشه. اینطوری بود، دوست داشتم که هم سن و سال خودم باشه، تفاوت سنی نداشته باشیم زیاد، چون من واقعا نمیستم زنه ی آدم من خودم خیلی بزرگتر شدم، چون من اینقدر حجم انرژیم بالاست که یه روزایی خودم همین خسرو میگه دیگه الان بس واقعا نریم جایی، کاری نکنیم، و خب آدم ها نمیکشن تقریبا. شما قول میدید که مقدار حجم کارتون کمتر کنید پیش امیر خان باشید؟ بله، اصلا این قول خودشون هم گرفتن. سهامدار هستی شما تو هاینس؟ من توی هاینس به صورت پروژه‌ای باشون تا الان کار کردم. سهام مهمه از الان بدارم جلو دوربینه تیم فلاس نرم سهام بدارم. نه، روی یه برند جدیدی ما کار میکنیم که پیشنهادشو خود بچه ها دادن امیر خسرو که واسه اولین بار عطر یه بازیگر بیاد به صورت که برای به اسم خودم میاد و یه کرم ضد آفتاب و یه کرم پودر خیلی سبک. این دوتا رو من همیشه میگم تو ایران برای خانما کم داریم. دقیقا. و روی اون بله. ولی شما هیچ وقت اجازه ندیدین که برند هاینس یا برندهای جدید با هیچ هنرپیشه دیگه ای پیش بره دیگه؟ یعنی همه خانم رهنما؟ نه بابا، من اصلا اینطوری نیستم. من هم الان از همکارای دیگه همونم خواهش میکنم اگه دوست دارم با ما همکاری کنن که من خیلی خوشحال میشم. به هر حال میدونین هاینس و ژاکسی خندیدم اون را یعنی شما اجازه بدین. نه بابا، اون سفیر برند البته. من اتفاقا سفیرشو برشم دیدم دیگه خودم صاحب برندم سفیر. ولی واقعا ما چون تولید داخلیه و تولید داخلی وقتی خوبه آدم دوست داره که تولید داخلی هستی شما؟ بعد من چون تو همون تایم کوتاهی که دوباره ما همکاریمونو شروع کرده بودیم، هم قبل از اون سفر مشه جلسه‌ای که با آقای لاچین داشتم و در واقع پیشنهاداتم به عنوان مدیر هنری پروژه هاشون برشون مطرح کردم، خب ما قیمت هامون رو به خاطر دخترهای دانشجو بالا نبردیم. بله. یعنی روی قیمتی هستیم که مثلا میگیم هر دختر ایرانی اگه دوست داره از یه سنی بتونه توی کیفش یه رژ لب یه دونه پنکیک سبک داشته باشه و بتونه اینو بخره با هر بودجه ای توی هر خانواده. برای همین واقعا ما به این مسائلش هم داره حتی داریم دقت میکنیم. یعنی اینکه من کنار هاینس و ژاکسی هستم فقط حالا این نیست که مثلا من مدل این برند باشم. بله. بیشتر به لحاظ فکری آره داریم خیلی فکر میکنیم که خیلی هم واقعا خانم رهنما واقعا خلاقن و ایده های جذابی دارن. شما هم که از بچگی عاشق بازی خانم رهنما بود میگه اصولا. دیدیم که از بچگی عاشق پرسپولیس بودم. پرسپولیس هیچ بازیگر دیگه دوست داشتین اصولا تو ایران؟ چرا بابا، خیلی بابا خیلی برمه چون بفهم ارزم به حضورتون که یه خاطره شیرینی که داریم. حالا زمانی که این خبر منتشر شد اون دوستان زنگ زدن، دوستان دوران فکر کنم دبیرستان راهنمایی همون تایما بودن، زنگ زدن گفتن واقعا این اتفاق افتاد؟ گفتم آره. گفت بالاخره بعد از 5 بار 10 بار رفتن فیلم افعی به مرادت رسیدی.
یعنی از اون موقع ما تقریبا هم سنسالی و اینا همی رفتم بیرون میده یه سینما بیرونشون میگرم موقعی که خانم رهنمون رو بازم تو تصویر همه چیخ سود باز ما رو بیرون میکرد. حالا واقعا هم سنسالی شما؟ بله خیلی هم خوب. یه شوخی هم با شما کردن و دیدین شوخی هایی که با ازباز شما کردن؟ آره اون یه دونه عکس و یکی از اقوام ما یه چیزی میخواست پشت ماشین ما ببینه. بله. بعد اون یه دونه عکس رو من فرستادم براشون و اون تنها عکسیه که به نظر من عکس خیلی مناسبی نیست. همون که جلو ماشین شما نشستین. پاشون در گرفته. پاشون در گرفته و اومده. امیر اومد گفت حال خوبه چطوره؟ بعد من می‌خواستم یه چیزی رو پشت ماشین یکی از دیزاینامون رو نشون بدم. دیگه حالا اون عکسه بود. اون عکسه رو من داشتم. پخش کردم. بله. لطفش بود. یه شوخی با شادامات کرده بودن. خیلی شوخی کردم با اون. چرا؟ وای حالا یه چیزی بهتون بگم خیلی بخندید. من که این کارو کردم مطمئنم. من که آقای فسنقدی رو رنگی دارم. بعضی هم شاید کوری شباهت نمی‌دونن تشخیص. بابا آخه من اصلا آقای فسنقدی رو نمی‌شناختم. وای بازم شراره که می‌خوند و اینا. آخه گوش کنین من اون وقت عکس ایشون رو دیدم گفتن این آقایی که بر قیافه نسبت گفت نه ولی کاراش یکم عجیبه. شبیه هم حالا واقعا بالا اونم یه آقای ریشوه قد بلنده ولی نه خب قابل پایین تایتل رو خوندی نوشته بودن که حسین آقا عاشق شراره شده بود همیقا عاشق بهاره این مزاح بودن جسارت من رو دستید شوخی بود که اتفاق افتاد نه اتفاقا من از شوخی ها نباید ناراحت شد یعنی من یکی از دوستان گفت چقدر حیف شد این یه دونه عکس همه عکسای تو خیلی مثلا خاص بود و فلان بود و خیلی کم سن افتاده بودی نمیدونم همه چیت خوب بود فلان بود چرا مثلا این یه دونه گفتم اتفاقا خیلی با مزه این یه دونه باعث کلی چیزای فان و بانک شد آره. که خیلی عکسای رسمی آره. بود ما همه اون فکر کردیم که فیگور عکاس بوده به شما ساعت 10 صبح فردا یه جوکش اومد بیرون که من شاید تو اوج عصبانیت من خندیدم گفتش که عصبانی بودی؟ توییت بود توییت آره حالا خدا رحمتش کنید نه اوج عصبانیت از اونایی که تازه داشتن حرفای زشت می نوشتن خب اولش بود آره اول این کامنت ها اینا بود بعد یه اسمس اومد برام که آقا شوهر مادر حمید صفت هنو چلوش نگذاشته با ما ازدواج کرد من نمیشه دست کارم رو اون نزد وای ببین خیلی دیگه یعنی تو اوج از آمده من شروع کردم آره فرهنگ خاله زنه که گیه بامزه پر نوشته بود که من با اینکه حمید صفت رو نمیشناسم هنوز ابروامو بردم چرا اینا ازدواج کردن آره توییت بود خیلی یکی دیگه هم خیلی بامزه بود که اونو واقعا من به دهه 60 میگم گوش کنم که نوشته بود که بهار راهنما ازدواج کرد دهه 60 هنوز اندر خم یه کوچه باری کلا به این جنبه بالا من خیلی میترسیدم بحث شوخی ها رو تو مطرح بکنم گفتم آخه خیلی واقعا ببینید اصلا چیز بدی وجود نداشت من اینقدر ما سعی کردیم همه چی شفاف باشه یه سری مثلا میگفتن شما چرا اگه این شفافه جدایی شفافه در حالی که شما یادتونه اولین یادداشت درباره جداییمون رو من نوشتم منتهی جدایی ما چرا نیفتاد سر زبان‌ها به خاطر اینکه اینقدر احترام و انسانیت در واقع وجود داشت توی این قضیه که اصلا بحث دیگه‌ای وجود نداره ولی خب من اونجا هم اعلام کرده بودم اینو ولی منظورم اینه که شوخی‌ها زننده‌ای نبود ولی خب مثلا خب اونایی که نفرین میکردن خب خیلی عجیب بود برای مثلا دو سه تا من نفرین دیدم که اصلا شوکه شدم یعنی چی نفرین؟ نفرین دیگه که مثلا ما ندونیسیم اونا کجا زینف بودن؟ آره نفهمیدم از کجا بود یکی یک خانمی که خیلی بامزه بود نوشته بود که آقای عباسی تا روز قبلش داشت خود پاشنه خونه دوست من هر خواستگاری انجام آره؟ یعنی منم سریع نه بیشتر پیش ما بود اتوان دخترهای همسایه بودن ولی یه چیزی که خیلی برام عجیب بود یه خانم دکتری بود که من رفتم رو صفحهشون اصلا صفحه واقعی بود دکتر پوست خانم دکتر نمیدونم حالا اسمشون گفتن نه با اسم و فامیل واقعی صفحه بله. واقعی چون صفحه های فیک مشخصه و نوشته بود که یک اولا که خب سن من 3 سال برده و بالا که آره یک خانومی در 45 سالگی که الان به نظر من 45 سالگی هم اصلا ربطی نداره 45 سال من بود همین کاری میکردم که قطعا امروز گم شاید یه ذره با آب و تاب بیشتر یک نوشته بود که تعجب داره که یک خانمی در 45 سالگی اعتماد میکنه که شاهزاده سوار بر اسب سفیدش میاد و با کمال وقاحت اعلام میکنه که میشه یک بار دیگه زندگی کرد و من خیلی بابت این کامنت تأسف خوردم خیلی تأسف
برای اینکه فکر کنم که یک خانم، من چند ماه پیش شروع کردم یه بحثی خشونت علیه زنان توی تئاترم در این مورد چند سال پیش، که ما زنایی میگیم که خب خشونت اینه که مثلا بابامون نذاره فلان کار کنیم، برادرمون تو سرمون بزنه، شوهرمون جلو کارمون میگه، ولی از خشونتایی که علیه هم میکنیم بیخبریم. که اون بحثو مطرح کردم که وقتی یه خانمی میره تو زندگی یه مرد زندار، خب این خودش خشونته به هر دلیلی. که همون تایم یادمه که آقای قاسم خانی گفتن که این شایبه ایجاد نکنه که یه وقتی همچین چیزی نبود. نه واقعا نه، اصلا خدا شاهده اصلا، چون همه همین برداشت کردن. خب من اعلام کردم بلافاصله نوشتم نه، بخاطر اینکه خب من حقوق خوندم، من خیلی دفاتری که دوستام هستن و در واقع موکلاشون میبینم سر این مسئله زندگی ها به هم خورده. از اون طرف من استاد دانشگاهی هستم که دانشگاه هنر، خب خیلی بچه ها رو میبینم درگیر این موضوع هم. دختری میشناسم 27-8 سالشه به زیباترین شکل ممکن، 7 سال 8 سال پای زندگی یه مردی که اون داره زندگیشو میکنه نشسته، و خب این ناهنجاری ها رو میدیدم که اون مطلب رو نوشتم. ولی چیزی که غم انگیز بود در مورد کامنت این خانم دکتر اینه که ما زن خودمون به هم حق زندگی کردن نمی، یعنی چند تا نکته توی اون کامنت بود. یعنی اگه زنی 45 سالشه امید نباید تو زندگیش باشه، زن به هیچ مردی در زندگیش نباید اطمینان کنه، زن اگر بخواد دوباره ازدواج کنه کار خلاف کرده. و من متاسفم که در مورد همکارای مردم و هر آقایی که ازدواج مجدد کرد، حتی با خانمای خیلی از خودشون کم سن و سالتر که به خودشون مربوطه، امیدوارم خوشبخت بشن، یا ازدواج دوم و سومشون رو جشن گرفتن، همه بهشون تبریک گفتن. همین خانمایی که کلی معترض بودن همه با اون آقایون تبریک گفتن. ولی ازدواج مجدد یه خانم خیلی ظاهرا به مزاق بعضی از خانم‌ها حتی یه ذره خوش نیامده بود، ولی ما همیشه مردا رو برای همه کاری تشویق می‌کنیم، یعنی میگیم آفرین دفعه چهارمتونه گلم می‌فرستن، خیلی هم کار خوبه. اصلا یک نفرم سوال نمی‌کنه که چرا، میگم اصلا زندگی هر کس به خودش مربوطه. من می‌خواستم تابو شکلی بکنم که این ترس رو تو زنهایی که در واقع این اتفاق واسهشون افتاده بشه. من خدا شاهده بهترین روزای زندگیم به هر حال با حرف و داستان و ماجرا، هر چقدر من قوی باشم، هر پدر مادرم، خانواده همسرم، من از مادر شوهرم کلی خیلی هم خانم نازنینم، تلفنی واسه خیلی کم گفتم این حرفا روتون تأثیری نذاره، که گفت اصلا برای من مهم نیست، ما میدونستیم به هر حال داریم با تو وصلت میکنیم. ولی به هر حال بهترین روزای زندگی ما تو یک جریانی انداختم که به هر جوری شما فکر کنین نفعی برای من نداشت. من اگه هدیه‌ای گرفتم، اگر این گالری عزیز، اون دوست عزیز، شما به هم تبریک گفتین، فلان کس برام گل فرستاد، اعلامم نمی‌کردم، همین اتفاقا برام میافتاد. بنابراین من خدا رو شاهد میگیرم که مسئله فرهنگیش و فرهنگسازیش برام خیلی مهم بود و همیشه فکر می‌کنم همه چیزو به جون خریدیم، همه چیزو به جون. حتی میدونین آخه چیزای دیگر رو نمیگم، ببخشید من یکم صحبتم تو این بخش طولانی شد، مثلا همین توییتی که راجب سگ‌ها و آدم‌ها شده بود، بله. که همون تایم من اصلا اعلام کردم، نوشتم که این توییت قلابیه، چون فتوشاپ میکنم. ببین من نوشته بودم تمام سگ‌ها از آدم‌ها مهربون‌تره، همیشه هم میگم سگ واقعا موجود مهربون، بسش کردم به مردا، اونو برشن کردم مردها و بهترن، مهربون‌تره کردم بهتر. یک توییت دیگه من مال یه نمایشنامه‌ام بود که یک شخصیت منفی نمایشم، در واقع یک جور زن شیطان صفتی که داره یک چیزی میگه، من دیالوگای نمایشنامه و داستان که می‌نویسم همیشه باستابشو میگیرم، اینجوری دیالوگای تیک تیک توی فضای من دیالوگ گذاشتم، 7 ثانیه بعدم ری توییت کردم که دیالوگ نمایش جدیدم شخصیتم شروع کرد. ما آخر سر نفریم، ما با مردا بدیم، ما با زنا بدیم، ما مشوق طلاق، مشوق ازدواجیم، یعنی خود این مخاطبینی که اعتراض میگن نمیدونن چی میگن، نمیدونم والا چی بگم. ایشالا که ما به فال نیک میگیریم همین، بله، اتفاقا، بله. به خوبی و خوشی. من که واقعا روز عید قربون همه این بدی ها رو خدا شاهد قلبا گفتین که میبخشم اونا، یا با امیر خسرو اینو به هم گفت، بر اینقدر این احساس خوب، این عشق که به هر حال توی نیمه دوم زندگی سراغ ما اومده، خیلی حرف قشنگی زد، گفت برای همشون عشق آرزو کن، آرزو کن که عاشق بشن و یادشون بیاد که خب پس میشه این اتفاق بیفته. چقدر خوب، پس شما مدام در حال آروم کردن و آرامش دادن به خانم راهنمایی. واقعا اینطوره، خیلی آدم آرومیه. شما صبور باشین، ریاکشن بعد نشون ندید. شما وقتی که به مادرتون گفتین که عروس شما بهار راهنما هستن چیه؟ تلفنی گفتم. آه تلفنی، بعد دو سه روز خونه نرفتین احتمالا. تلفنی گفتم، بعد داییمو آماده کردم با مادرم صحبت کنم. اول پس به دایی گفتی؟ صحبت کردم به داییم گفتم و بعد به اتفاق رفتیم منزل داییمون صحبت کردیم، با هم بودیم و سپس دیگه مادرم
میشناختن خانم برنما رو دیگه. کیه که نشناسه؟ بله. همه هم عاشق بازیاش. درو خدا. آره، تاپش همینجوری میمونه دیگه. مادر شوهرش. آره نه، من همیشه مادر شوهر شانس دارم. خدا رو شکر. و یه چیز جالب، خواهر بزرگ امیر بود که بهش گفته بودن که خب امیر مثلا داره تو هفته آینده خانمش رو میخواد بیاره معرفی، گفته بودن که گفتن که بازیگر و فلان، گفته خب چقدر خوب و اینا، بعد اومده پای تلفن به امیر گفته بود، بعد گفته بود که امیر گفته بود به رنا بود خدافظ کار نداری، بعد رفته بود 3-4 دقیقه 5 دقیقه انقدر که به من دوست داره، من دوست داره، بعد زنگ زده به امیر گفت تو به من شوخی کردی همونه. نه چرا، چون خیلی به من مثلا از دور سمبال بود، فقط فکر کرده بود امیر با یه بازیگری داره ازدواج، بعد که فهمیده بود که شوکه شده بود. خانم رنا، دیدم که شما گفته بودین که به مادرتون که ما من خانواده میخوام، چرا اینو میخواستین؟ چرا اول خانواده میخواستین؟ و موقعی که خود شما داشتین با مادرتون و پدرتون این موضوع رو مطرح میکردین، ریاکشن اونا چی بود؟ خب مامان بابای من خیلی میترسیدن، میگم به دلیل همون خانواده‌ای که حالا یک آره به یه اصولی معتقدم، البته بابای من خیلی آدم روشن فکریه، مامانم خودش به هر آدمیه که من کلاس پنجم که دیپلم چیز مدرسه امتحان نهایی میدم، مامانم دیپلم کنار من میگرفت، یعنی آدمیه که واقعا من این رویه جلو رفتن و یاد گرفتن و از مامانم گرفتم، ولی در این حال خب طرز فکرشون یه خانواده به هر حال کلاسیکه و خب خیلی مکدر و ناراحت بودن از اتفاقی که افتاده و مامانم اصلا میگفت من دیگه نمیتونم اطمینان کنم که دوباره مثلا یه همچین چیزی، چون من هیچ وقت همینطور حالا آقای قاسمخانی اصلا راجع به این مسئله صحبتی ما نکرده بودیم و خب خانواده منم مثل خانوادهشون خیلی جا خورده بودم. بعد که در واقع این اتفاق افتاده مامانم میگفتش که دیگه اصلا به ازدواج پس فکر نکن، چون من نمیدونم دوباره چه اتفاق ممکنه بیفته. نگران بودن. خیلی نگران بودن. ولی یک روزه من نمیدونم امیر خسرو چه جوری در عرض 2 ساعت مامانم مجاب کرد، اومدیم از رستوران میره، مامانم یواشکی به من گفت مامان خوبه همین کارو بکن. یه یادداشت خوشگله پر احساسم نوشتم. آره و اینکه خب واقعا وقتی که پریا رفت یه دفعه انگار اون احساس عطوفت اصلا از من گرفته. شما هر چقدر معروف باشی، هر چقدر دوست داشتنی باشی، هر چقدر موفق باشی، یه نمایشنامه نوشتم که همین روزا نشر نگاه چاپ میکنه، به چه اسمی خانم رحمت؟ پایه به جاده زدن. بح میتره دیگه الان به اتفاق. آره توی اون نمایش یه خانم سلبریتی هست میگه که وقتی که آدم میخواد حرف بزنه دلش گرفته، وقتی یه چیزی میخواد بگه که واقعا از بچگیت مثلا یه احساسی اومده دوباره سراغت، مثلا گلوت از قصه گرفته، نمیتونی به هیچ کدوم از این مثلا 5 میلیون فالوورت زنگ بزنی بگی که میشه یه دقیقه بیای با من یه قهوه بخوری، من راجع به این مسئله‌ام، این عقدم، این کم بودم، این تنهاییم حرف بزنم. ولی خب پریا همیشه برای من حکمی دوست خیلی نزدیکو داشت. بعد یه دفعه خب رفتنش این فضا رو خالی کرد و من متاسفانه یا خوشبختانه اصلا توی خانما دوست صمیمی ندارم، یعنی تقریبا تو کل عمرم شاید مثلا 2 تا یا 3 تا، یعنی اینقدر هی برخوردهای عجیب برام پیش اومده که اعتمادم رو یکم از دست دادم، دوست خیلی نزدیک ندارم. بله. آشنا خیلی دارم و پریا حکم این دوست رو داشت برام. میگم مثلا شانسی که آوردم تو قضیه ازدواجم پریا ایران بود، اینقدر این دختر عاقله، اینقدر باهوشه، مثلا خب میدونی دختری که تو 18 سالگی 3 تا ساز بزنه، آهنگ سازی بکنه، خب قطعا ذهنش متفاوته. بله. و پریا واقعا به من کمک کرد که من فکر کنم. خانم رهنما، خیلی بعد از این اتفاق و انتشار عکسای شما پیش خودشون تحلیل کردن یا کامنت گذاشتن یا بین دوستا اقوام خودشون گفتن که خانم رهنما با این کار میخواستن انتقام بگیرن یا میخواستن مثلا هوش پیمان قاسمخانی رو بپیچونن. نه خدا شاهده، من همون صبحی که در واقع عکسی که از طریق خودم منتشر شد، حالا همین خسرو در جریانه، اولا که همین خسرو قبلش میاد من این کامنت ها رو بعدا به شما نشون میدم که شما وکیل باشین، امیر خسرو قبلش برای من نوشتش که چون پیش هم نبودیم 2-3 ساعت نوشتش که اگر قرار عکسی از طرف خودمون منتشر شه به تمام آدم‌هایی که ممکنه خدای نکرده مکدر بشن از این موضوع به حال فکر کنیم و بعد چون میگم خیلی واقعا قلب مهربونی داره، شاید میگم من که خیلی مهربون نیستم، من 2 بچه‌ام، ولی شاید این مهربونی ما رو به هم نزدیک کرد. ولی شاید باورتون نشه که من چون پریا داشت از ایران میرفت دقیقا تو همون تایم
من با پریا صحبت کردم و از پریا خواستم که در واقع با پدرشم صحبت کنه. گفتم برای شماها اوکی، ما میخوایم یک دو تا از عکس از مراسممون و اینکه اعلام کنیم که ازدواج کردیم. یعنی اینقدر ما به همه چی فکر کردیم که کسی ناراحت نشه، مکدر نشه، مسیر درست و دوستانه‌ای باشه. و بعدم آخه چه دلیل به انتقام؟ مگه هر آدمی که ازدواج میکنه انتقام مثلا گرفته از آدم قبلی زندگیش؟ به هر حال یه مسیری نمیشه. و شاید حتی آدم قبلی زندگی آدم اگر آدم رئوف و خوبی باشه خوشحال بشه. میدونی دوتا آدم ممکنه توی یه مسیری نتونن با هم شن، ولی آدم دلش بخواد خوشبختی طرف رو ببینه. درست میفهمید. یعنی اگه برعکسش هم اتفاق افتاد شما ناراحت نمیشید؟ نه خدا شاهده، من اینقدر برای این آدم احترام، من برای من الان مثل یه بزرگتر میمونه، چون 7-8 سالم ایشون از من بزرگتر. بله. باورتون نمیشه، اگرم به حسب ریا به حساب میاد اصلا برام مهم نیست. میخوام فقط این فرهنگ رو رواج بدم که من به شما گفتم، چون ما که همه هنگ نکردیم. من توی شاه چرا نماز خوندم برای چی؟ برای آرامش و خوشبختی پیم. خدا. به جون پریام قسم، یعنی اصلا برام مهم. چقدر خوب. خب واسه اینکه بزن ریتم برنامه نیفته، حالا ما ریکاوری می‌کنیم، می‌رسیم به بخش پایانی برنامه. خیلی بیشتر از این، چون خانم رهنما و امیرخان دوست داشتنی از سفر اومدن، افتخار دادن، از ماحصل اومدن. میریم یه سری تصاویر خوشگل میبینیم، دوباره برمیگردیم به استودیو با حال خوب دیگه. کوروشان مسئول سوت، خواهش میکنم. به پارت آخر قسمت دوم ریاکشن شبکه تیوی پلاس خیلی خوش اومدین. من بعد یه تشکری بکنم از کسایی که حامی ما بودن توی این برنامه، از گالری طلا و جواهرات زرارا که اسپانسر اصلی این برنامه، از برند لیکوپر، ساعت لیکوپر، جناب آقای محمد خاکپور، فوتبالیست سرشناس کشورمون، یه هدیه‌ای به شما تقدیم می‌کنن. ایشون به پریا هم وقتی پریا میرفت یه ساعت خیلی خوشگل. لیکوپر یه برند انگلیسی که در واقع جدید اومده و برند انگلیسی هستش که خواستن که تو این شب قشنگ تقدیم شما بکنن. و کرم 21 که نباید جلو شما بگم دیگه، برند آلمانیه، آرایشی بهداشتیه. نه ما تولید داخلیم. آره اون آلمانی هن و اینا، اونا هم دوست داشتن که پک خوشگل تقدیم شما بکنن. بزرگواره. یه مقدار راجع به هاینس و یه چیز جالبی که حالا گفتیم 21، من یه چیز مسئله جالبی ژاپنیه یاد گرفتم. میگن که همیشه رقیبتو بزن بره بالاتر که جا برای تو باز بشه. بله. که البته خب کسایی که کار مثلا خارجی میکنن که توی لاین دیگه قرار میگیرن. ولی بگین راجع به هاینس و ژاکتی بفهمید قربان، اصلا چی هست و چه محصولاتی دارین شما؟ ما دو تا برند داریم. هاینسمون که شامل محصولات بهداشتی است، شامل شامپو، کرم های آبرسان و تقویت کننده، کرم شترمرغ که اولین نفر هستیم توی ایران ما زدیم کرم شترمرغ، تا الان همونجوری که ایشون گفتن روغن شترمرغ بخبازگونه بوش عذیت بوش عذیت دیگه، ما تبدیل به لوسیونش کردیم. بروش بنویسیم بخبازگونه. آره ببین بروش و خط تولیدت منفجر میشه به خدا. کرم شترمرغ هاینس بخبازگونه. حالا ماسکای صورت هست، چسب مو، واکس مو، دو فازهای مو، محصولات مو و اسکرین هست. یه لاین دیگه داریم که محصولات ژاکسیمون هست که اونم راجبه مکاپ خانوما هست، از کرم پودر و پنکیک و روژه لب. روژه لب مخصوص منه، این شماره ژاکسیمون منه. فقط بعد از همین برند استفاده کنیم دیگه. من اتفاقا امیر خسرو یه وقته به من میگه که تو اصلا به درد کار در واقع حرفه‌ای و تجاری نمیخوای، چون من همیشه اولی منتقد کارامون خودم، اصلا میگم این نه این نه اون آره. روی بعضی چیزامون واقعا گذاشتم کنار، محصول خارجی رو جایگزین کردم. یعنی روژ لب مایو و کرم پود که خیلی من کم البته استفاده میکنم و پنکیکمون رو این ستا، خب خیلی اینا رو دوست دارم. بعد من اصولا رو محصولات آرایشیمون بیشتر هی دارم بهش میگم اینا رو تبلیغ کنیم. امیر خسرو میگه که اصلا تو این کار دیگه نکن. چیز جالبی که به من میگه و برام خیلی مهم بود، گفتش که اصلا من برام دیگه قضیه تبلیغات روی تو خیلی
مهمی است یا مثلا نه شما اصالتا کجا هستین؟ من میخوام تهران. اتفاقا خیلی آدم آره منطقیه. به من گفتش که اگه دوست نداری که، یعنی دوست داری که زندگیمون جدا از این مسیر بشه، ولی من انقدر خب فکر داشتم، خودت میدونی بله. من خیلی ایده دارم. بعد دیگه به آقای لاچینی گفتم نه من این کارو دوست دارم، ما دوستم کنار این در واقع ماجرا باشم همچنان، ولی واقعا دیگه براش مسیر عوض شد دیگه. یعنی قضیه ازدواجی که پیش اومد براش دیگه ادامه دادن اینکه چکاشو من بذارم اشتباه نبود. چکارو برگردون دیگه حالا؟ نه هنو پیشمه، یکیش بود. بعد نقد باشه دیگه. اصلا ما انجام دادیم دیگه. اون فروش چقدر تاثیر داشت تو یه هفته؟ هاینس و جاکسی خیلی معروف شد تو این هفته. تقریبا معروف شد هاینس و جاکسی، خدا رو شکر که فکر کنم حالا با این ازدواج این برنده هم به اون شکوفایی رسید. چرا؟ ما تمام تلاشمون این بودش که یه محصولی تولید داخل داشته باشیم که بتونه با محصولات واردی کاملا رقابت کنه. تا الان تونستیم، هم از لحاظ کیفیت که برای ما شرط اول بود، هم از لحاظ قیمت. شاید یه فردی می‌خواست یه کرم بخره 30000 تومان، حالا با قیمت 1/3 ولو کمتر می‌تونه اونو بگیره. آقا ما کلا کود بخره مثلا 90000 تومان، الان 1/3 قیمت ولو کمتر میتونه کلا. ما افتخار میکنیم به کسایی که کارآفرینن، نونو میذارن سر سفره هموطنشون. آره دو بار به عنوان کارآفرین جوان دو تا جایزه داره آورد. خوبه، قشنگ اتفاقات روشنایی افتخار کردیم به کارآفرینی. آره من افتخار کردم که به نظر من برای من خیلی جایزه های مهمیه، برای اینکه مثلا یه جوان بیاد خب یه چیزی رو پایه‌گذاری کنه. خیلی خوبه، قشنگه. و اینکه محصول ایرانیو و میدونی اون اعتقادی که امیر خسرو داره و واقعا آدم به لحاظ دلی و اصلیه، خب خیلی ما شاید میتونیم الان، من تازه دارم آشنا میشم که تو خیلی از مثلا پکیجامون، بسته بندیامون، توی اسانسایی که استفاده میشه یا نمیشه، خیلی وقتا میتونیم مثلا پیشنهاد بهش داده میشه که خب مثلا میتونه سود بیشتری بکنه ولی اون کیفیت نباشه، ولی واقعا براش این مهم بوده. این برام خیلی جذابه. خب شما چند تا پرسنل دارین امیر خان؟ نزدیک به 85 نفر میشه. انشالله نزدیک به 250 نفر هم غیر مستقیم. چقدر خوب. خدا رو شکر. کار مشترکی قراره با هم انجام بدیم، شما اون سرمایه گذار رو تهیه کننده با خانم رهنما. تاتیش کردیم. یه پیشنهادی من به ایشون دادم و چون ایشون خودشون دلشون احساسشون خیلی امام حسینی بود، پیشنهاد دادم که در رابطه با واقعه کربلا بیان یه تئاتری حالا بنویسن تهیه کنم بگیشم خودم انجام دارم. در رابطه با بانوان کربلا، خانم حضرت زینب، خانم ام البنین که حالا دور از کربلا بودن و خانم حضرت ربا، متنی نوشتن که انشالله از 14 محرم که میشه 15 مهر ماه در تالار شهرزاد روی صحنه میره تا 2 مونده به اربعین. حالا دیگه ببینیم زمانی که داشتم مینوشتم، حالا اون تیم نویسنده ها بودن، چند نفر از دوستان دیگه با عنوان کارشناس بودن، این متنی که نوشته بودن داشتم میخوندن، شاید اینه یه مجلس روزه بود، من به ایشون گفتم اگه این تئاتر رو بخواید اجرا کنیم من فقط یه مطلب میگم، چون تو این تئاتر همه افراد اونایی که دلیان میان و همه هم گریه میکنن و بهتره که شما تو تئاتراتون، من ندیدم زیاد از حالا هدست و میکروفون استفاده بکنید، حتما بعد برای این کارتون استفاده کنید، چون صدا واقعا نمیرسه به صدا. یعنی خود درام خیلی درام سنگینه و واقعا راجب خانم های کربلا کم کار نمایشی و در واقع سینمایی ساخته شده. من یک گروه نویسنده خیلی خوبی دارم و جالبه که متن دقیقا تو روز عرفه تموم شد. یکی از نویسنده های من برای من نوشت که خانم رهنما دیدین چه ما این همه بالا پایین کردیم، متن تو چه روز عجیبی تموم شد و حالا خواستیم که امیر خسرو کنار کار به عنوان تهیه کننده کار باشه و ایشالله هم امسال عاشورا تا سو هم دیگه به یه آرزوی مهم هم رسیدم. یکی از قولهی که داده بود کربلاست دارم میرم جدا. تو رو خدا ما هم دعا کنیم، همه کسایی هم که شما رو دوست دارن دعا بکنیم. شما خانم رهنما همیشه قلم خیلی خوبی دارین و خیلی تعریف میکنن قلم شما، کتاب یا اتفاق نمایشنامه. هم یه نمایشنامه جدید نوشتم که تکی که اون خیلی به زودی نشه نگاه چاپ میکنه، هم پای به جاده زدن که اتفاقا راجع به تقابل مسئله جدایی و ازدواجه
راجب 14 تا خانومه، 14 تا شخصیت داره. یه کتاب که چند سال رمانم دستمه که حالا امیدوارم که امسال دیگه تمومش کنم به میمنت این ازدواج بشنم تو خونه بنویسم. و یه نمایشنامه گروهی نوشتم با در واقع ما یه کارگاه ترانه رمان گذاشتیم با حسین قیاسی، دکتر حسین قیاسی که ترانه سرای خیلی خوبی هستن، و بچه ها ترانه می نوشتن، بخش درام و داستانش هم مربوط به هم بود. کارگاه اسمش بود ترانه درام رمان نه اسخایی بکنم. حاصل اون کارگاه این بود که با یک دو تا از بچه ها شروع کردیم همین متن رو جلو بردن. اسم کارم هست خورشیدهای همیشه. به به، به امید خدا ایشالا. من با عزتون یه چند تا سوال خیلی پینگ پونگی از شما میپرسم، واسه اینکه خیلی خسته این که زودتر در واقع ما در واقع دست از سر شما برداریم. واقعیت چرا شیراز رو انتخاب کردیم واسه ماه عسل؟ به نظر من شیراز بهترین شهر دنیاست با تاکید. نظر شما بود قطعا دیگه. من حالا میدونم تو بگی نه بریزم همش مال ایشون. شما که مخالفتی نکردید مثلا بریم کشور خارج از ایران؟ تایم اون اصلا نمیرسید. قرارمون بود ولی دیگه اجرای من شروع شد. شما چقدر به خانم راهنمایی این فرصت رو میدین که همچنان انقدر سنگین کار بکنن یا دوست دارین بیشتر خونه باشن؟ من حقیقتا هم زمان حالا شرط و شروط هایی که بین هم دیگه داشت میگذشت خیلی از دوستان ایشون به ایشون گفتن که این فردی که حالا میخوای انتخاب کنی به عنوان همسر جلو کارتو میگیره و نمیذاره جلو کار شما. من جلو کار ایشون. حتی یکم مدیرای عالی رتبه ارشاد که آقای سنداری هستن من باهاشون مشورت کردم، گفتن که ما مذهبی ها اصلا با این شغل کنار نمیایم، فراموش کن اگر میخوای زن ایشون بشی مطمئن باش ایشون نمیذاره. شما چی گفتید؟ چند روز پیش نشستم حاج آقا نه تنها میذاره کار کنم بلکه خودش داره تایید کننده میشه. دیگه نظریات ایشون سواره. کارهای خونه با کیه؟ عمدتا ایشونه. نه واقعا نظریات من سوار نیست واقعا. من خیلی به نظر اینطوری میام ولی عملا اینطوری نیستش. یعنی به نظرم دیگه ما توی سنی هستیم بعد از دوتا تجربه که هم ایشون داشته، یه تجربه هم یه تجربه من، به هر حال آدم به اون تفاهم و درک بیشتر میرسه دیگه، همه چیز زودتر حل میشه. و اینکه زندگی مشترک، اون کلمه مشترکش رو آدم فراموش سعی کنه نکنه دیگه. حالا یه وقتای حرف امیرخسرو جلو میره یه وقتای حرف من. نقطه ضعف امیرخان چیه نگاه شما بعد از این مدت آشنایی؟ نقطه ضعف امیرخان چیه؟ من نقطه قوتشون والا نقطه قوتش که صبر گذشتشه که خیلی زیاده. نقطه ضعف واقعا توش کم دیدم، چون من میگم که دیگه هدیه امام رضا معمولا ضعف نداره. درسته. و امیر خان شما بفرمایید نقطه ضعف و قوت خانم راهنما رو. نقطه جوششون رو دیدین؟ آره آره. اگه میشه نه چند بار توی سه ماه؟ یه بار. یه بار بعد صبوری کردین؟ یا بعد دیگه پشیمون شد گفتن دیگه اشتباه کردن این کارو کردن. نه واقعا خانم راهنما که خیلی هم مهربونن. به فال ازدواج اعتقاد دارین یا استخاره کردین واسه ازدواجتون؟ من نذاشتم ایشون بکنه. آها شما می‌خواستین استخاره کنین. گفتم در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. اگه بعد میومد خدای نکرده شما منصرف می‌شدین یعنی؟ خدا سیه. آها خیلی هم خوب. چه توقعی خانم راهنما دارین؟ تو زندگی مشترک. یکی از علتهایی که شاید من مقدم شدم که به این ازدواج که اومدم به ایشونم پیشنهاد دادم این بودش که شاید ایشون یه بار یه تجربهی داشتن. بله. و این بزرگترین شاید آیتم ایشون بود. گفتم شما یه تجربهی داشتی، حالا موفق ناموفق، و این تجربه خیلی مهمه، شاید هزینه‌شو شما هم دادیم. من تو زندگیم همچین هزینه‌ای دادم و مطمئن هستم که دیگه نیاز نیست خیلی ما تازه بیایم حروف الفبای زندگی با هم دیگه یاد بگیریم. بله. الان دیگه باید بریم سراغ مرحله بعدیش. این برام خیلی مهم بود. به امید خدا ایشالا که همیشه خوشبخت باشین. بچه ها عکسامون آماده است؟ آره. محمد جان میتونیم ببینیم عکسای امشبمون و ریاکشن‌های خوشگل امیرخان و خانم راهنما؟ من که همش دارم میخندم. خب خدا رو شکر ایشالا همیشه بخندید. این یادگاری ریاکشن تی وی پلاس به شما که ایشالا تخت شاسیش میکنیم از امشب تا
تقدیمتون میکنیم. مرسی. من دو سه تا سوال از آقای جوان ممنون. مریم رضوی عکسای گرفت. آقای جوان داشت بازی میکردن تو آشپزخونه شام می‌خوردن. از آقای خوب تئاتر داده. آره. بابا کلی هم عکس خوب انداخته. بله درجه یک. به قول آقای مدیری الان احساس خوشبختی میکنی؟ اتفاقا از کسایی که لطف کردن تبریک گفتن خصوصیشون بودن. من که آره، من اصولا یه چیز جالبی بگم بهتون، اصلا آدم حسرت خوری نیستم و شاید چون تو زندگیم با برنامه ریزی اومدم جلو، من تقریبا از هیچ اتفاقی تو زندگیم، شاید خندتون بگیره، اصلا پشیمون نیستم. نه که بگم درست رفتار کنم، ولی فکر می‌کنم هر اتفاقی، هر چیزی یک درسی، من قطعا اشتباهاتی داشتم با عنوان این کار، ولی کلا آدم پشیمون نیستم و وقتی یه تصمیم میگیرم خیلی روش قاطعم. مثلا ما هم یه خورده مثلا کدر میشیم یا بحثم میشه، دو سه بار هم خسرو میگه که الان پشیمون شدی، گفته داره گفتم نه اصلا، حتی تو اوج عصبانیتم من که اصلا قهر نیستم، مثلا بلد من تو عمرم باورتون نمیشه با کسی دو روز قهر نبود، بلد نیستم اصلا نمیتونم قهر. یه جمله یادگاری شما گفتین تو خانواده، تکونش میدم دامادم تکون میدید. آره یکی از دوستان ما که به اتفاق ما اومده بود مشهد حرم امام رضا، آره یه یادگاری خیلی خوبی به ما داد آقای شیرعلی از دوستان خوب احوازی، مصطفی شیرعلی برگشت گفتش که من کوچیک‌تر از شما ولی یه مطلب بگم. گفتم بگو. تو هر وقت بحثتون شد یادتون باشه که کجا عقد کردی. آره واقعا، یعنی اون عنایتی که به ما شد که ما تونستیم اصلا بهار رهنما کیه، اصلا این که آدمتون تو حرم امام رضا به راحتی بره روز تولد امام رضا باشه، واقعا تو اون شلوغی عقد تو پیدا کنی. میدونی میشه بپرسم دعای سر عقدتون چی بود؟ دعایی که تو دلتون بود. ما یه دعایی گفتیم که من متنشو نوشته بودم، اونو اونجا پیش اون آقای عاقدم دوباره تکرار کردیم. قابل گفتن. چرا زیادم چیز عجیبی نیست، بیشتر حالا من کامنت نمیگمشون، امیر دوست داره که خصوصی بمونه، ولی نکته مهمش اینه که یادمون باشه که زندگی هم روزهای خوب داره هم روزهای بد، قرار کنار هم باشیم ایشالله. حالا که همیشه خوشبخت باشین، یه دعای خوشگل بکنید واسه همه کسایی که دم بختن، کسایی که شاید تو شرایط شما بودن ولی شاید بترسن این اتفاق رو دوباره رقم بزنن. هر چی دوست دارین تقدیم کنید به مردم، چون که مطمئنم این مصاحبه چندین و چند میلیون نفر بیننده داره به دوربین. هر کی دوست داره دعوام کنه، هر کی دوست داره بگه ریاض، هر کی هر چی دوست داره بگه. من به عشق امام حسین که چند روز دیگه ماه عزا شروع میشه میگم که در خونه حسین ابوالفضل برای هر چی که میخواییم بزنین با خلوص نیت بزنین، اگر بهتون نداد دو تا پوش دیگه هم علاوه بر اونایی که بعدن مینویسین برام بنویسین، حتما حاجت میگیرین خصوصا تو این ایام، و از خودش بخواین برای اینکه امام حسین امام عاشق هست واقعا. بفهمید امیر خواهد خوشگل ها، دعای خوشگل. امیدوارم که انشالله هر کی که این برنامه رو می‌بینه به حق خدا آقای امام حسین هم کف خودش رو پیدا کنه برای ادامه راه زندگیش. به امید خدا ما هم امیدواریم واسه شما و این دعا رو از ته قلب. ما به نمایندگی از تمام مردم ایران، کسایی که در این برنامه رو می‌بینن، آرزوی خوشبختی واسهتون داریم. ان‌شاءالله همیشه همینجوری بخندین، پر انرژی باشین، کنارتون باشیم. افتخارش واسه ما. منم خواهش می‌کنم هر کسی این برنامه رو می‌بینه این شانس رو ما داشته باشیم که به زبون خودش وقتی برنامه رو دید اگر نخواست چیز بعدی بگه یه دعای خیر برای ما بکنه. ان شاءالله دعای خیر مردم بدرقه راه و زندگی شه. یا به افتخار این دو خوشبخت دوستان. مرسی.